سلام، با آزادی آنلاین خوش آمدید. اعتراضی یک زن پشتی در کمیساریت حربی ناحیه شاه منصور و بحث‌ها درباره محدودیت انتقال نیروی برق از موضوع اصلی برنامه امروزی ماست. کاربری دیگر نواری را از نزد بنای کمیساریت حربی ناحیه شاه منصور به ما فرستاد. به گفته کاربری رادیو آزادی، پسری 17 ساله این زن را برای به ارتش جلب کردن به بنای کمیساریت آوردند. در تاجیکستان دعوت جوانان 18 تا 27 ساله به ارتش ادامه دارد. مسئولان کمیساریت حربی میگویند جوانان را با این راه ها به ارتش نمیبرند. اوداک سرتیا نمیمونه گپ زنی شبیت تیما. زنی успокойся. А что? مالی مختم کنم گوده کسر تیان ممیرم چورده سوال دارم مالی اخد اون سخت اونو دلسته چورده سوال بوده که بگیری زمستان نزدیک می شود و از حال ساکنان می خواهند بفهمند رجه انتقال نیروی برق جاری خواهد شد یا نه. این سوال در حال پیدا شد که ساکنان بعضی از منطقه های تاجیکستان از آن می ترسند که در استانه فصل زمستان لیمیت انتقال نیروی برق شروع شده است. کاربر با نام کوهستانی در شرح مطلب در رادیوی آزادی با انتقاد از پاسخ برق تاجیک گفته است که در تاجیکستان فقط همین برق تاجیک راست می گفته است، دیگران همه دروغگوی بودند. او نوشته است که نخود از ساعت 23 شب تا ساعت 6 سحر تعمیر کنند. خیانت به مردم عادی تا به کی سوال داده است او. کاربر دیگر با نام خانی بادام نوشته است که بیزار کردید به همین تعمیرتان، برق را به ازبکستان و افغانستان و قرقیزستان فروشید و تعمیر گوید. به مبلغ 85 میلیون دلار من مگر برق را فروختم؟ به اهالی نرخ برق را آسمانی نمودید، باز چی می خواهید؟ گفته است او. دیوانه اشاره کرده است که تاجیکستان وارد بازار فروش برق شده است، به همین خاطر نمی تواند در یک فصل برق را فروشد و در دیگر نی. او گفته است ای مردم، فکر کنید وقتی از بازار برآمدی داخل شدن خیلی مشکل است. دیوانه اینچنین نوشته است که چراغ های باباگی را استفاده برید، 3-4 ساعت گپ نیست، ما مردمی با صبریم، گفته است او. ولی تنها از مسئولان برق تاجیک خواهش کرده است که وقت برق را خاموش میکنید مردم را حداقل آگاه نمایید. سعید نظرف کاربر دیگر در فیسبوک نوشته است که راغون را اینقدر رکلام کردند، فکر کردم دیگر برق کشی تمام شد. کرامت الله طالبی با فعال بودن راغون در شرح در فیسبوک شبهه کرده است و گفته است که برق فقط برای کمبغل ها محدود است، در خانه های رئیس و کلان ها نمی مورد. اگر مقامات و یا مسئولین شرکت برق تاجیک میگن لیمیت یا محدودیت در انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان وجود ندارد و بعضا کارهای تعمیری انجام می شود، ولی ساکنان از آن نگرانی میکنند که زمستان امسال احتمالاً باز به خانه هایشان برق در ساعت های معین داده می شود. علاقه ساکنان برخی از منطقه های تاجیکستان شکایت دارند که دو هفته باز با محدودیت نیروی برق میگیرند و ترسشان از آن است که در استانه فصل زمستان لیمیتی انتقال برق شروع شده است. تا دو سال پیش مشکل تامین برق از مسئله های داغ تاجیکستان به حساب می رفت. سال 2017 مقامات تاجیکستان لیمیتی برق را بیکار کردند. بعدی به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راغون امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شده بود. ولی حالا با پیش آمدن این مشکل در کشور نگرانی ها به وجود آمده است. شما هم فرستادن ویدیوهای جالب و شرح های خود را فراموش نکنید. بر رقم هایی که می بینید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.